مهران و ارشیا در فضای مجازی با یکدیگر آشنا شدند نقطه اشتراک آنها موسیقی است آنها در کابل به طور زیرزمینی موسیقی کار می کنند جایی که موسیقی حرام اعلام شده و هنرمند فضای برای نفس کشیدن ندارد از ایشان ما یک فقط در یک تو مجازی دیدم در فیسبوک بود بسیار خوش آمد کامنت هم آم دادم خیلی عالی کم کم بعد از او ما با هم ارتباط گرفتیم یک حتی هم خدا میلا جان خودتان میتونه ببینیم که شعر و کمپوز خودش نوشته میکنه که واقعا کار هیچ کس هم شعر و کمپوز خدا با من میاره شریک میکنه من برش میتونم یک موسیقی هم تو زیبا برش رویای آنها این است که روز آزادانه در شهر نو کابل برای مردم موسیقی اجرا کنند مهران 21 سال دارد و دانشجوی رشته طب است او از کودکی علاقمند موسیقی بوده و راه دراز پشت سر گذاشته است او تا اکنون چندین آهنگ ساخته اما به خاطر وضعیت موجود موفق به نشرش نشده است هر زمان که ما آهنگ ها را مشنیدم او هم آهنگ های قدیمی و کلاسیک کفخانی بودن اینا رو وقتی که من میشنیدم احساس میکردم که روی ما گویا در گذشته زندگی کرده و در امو زمانی که مثلا چهل سال پیش سی سال پیش یا هنگ سروده شده در امو زمان ما زیستیم و او آهنگ کلان حس میکردم با تمام وجود و بی بود که علاقه پیدا میکردم و شوق علاقه ما از به موسیقی از آوان طفولیت شاید بتانم بارش بگویم که از سن 13 سالگی یا 12 سالگی شروع شد چون هر زمان که ما آهنگ ها را مشنیدیم و هم آهنگ های قدیمی و کلاسیک کفخانی بودن اینا رو وقتی که من مشنیدم احساس میکردم که روی ما گویا در گذشته زندگی کرده و در اون زمان که مثلا 40 سال پیش سی سال پیش یا هنگ سروده شده در اون زمان ما زیستیم و او آهنگ کلان حس میکردم با تمام وجود ما پدرم مخالف بود با که گیتار داشته باشم قبل از ما یک موبایل داشتم ما رفتم موبایل خود فروختم رفتم باز گیتار خریدم و بسیار مشکلات اول خود خب ما جایش بلد نبودم خب خیلی با مشکلات ما گیتار خریدم و هسته یاد گرفتم کم کم نواختنشه و ای که یک چیزی که مثلا آرزو انسان باشه یا عزیز باشه برای در پیش روی چشم آدم نابود شود این بسیار به با انسان باز دردناک می باشه نوازنده ی گیتار است. شور و اشتیاقش به موسیقی از دوران نوجوانی شکل گرفته است. خب بنا مشکلات فامیلی که داشتم یک اجازه نداشتم که مثلا من کورس چیزو بخورم یا درسش بخوانم به صورت علمی پیش به اما تصمیم گرفتم که خودم باشم یک گیتار گرفتم که حتی استاد هم نداشتم بنا مشکلات مالی ما سنفای موسیقی خیلی, خیلی قیمت های گذاب داشتن نمیتونستم پیش ببرم بخطر اما تصمیم گرفتم که خودم پیش خود استاد باشم و اما مثلا تکنیک های گیتار یا آکورد همیشه کلش پیش خودم طالبان موسیقی را ممنوع کردند. آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی در حاکمیت طالبان پیامد سنگینه دارد. آنها آلات موسیقی را از بین میبرند و هنرمندان را زندانی و شکنجه می کنند. ما گیتار را بردم و سر بالکن سر شکتکن داختم. در بالکن سر شکتکن داختم ماندو. وقتی که این آمدن خوب همه خانه را گشتن و نوبت بالکن شد یه تکره که کرد. دور از سر گیتار دید گیتار از ما پرسان کرد گفت خوی چی از ما گفتم گیتار از گفت نارو چی کنم امروی زید ما گفتم هر چی که خودت میفهم که از بالکن پایین انداختش گیتار شکست واقعا میتونم باید که زندگی بدون موسیقی یا هنر هیچ ناقص می باشه پس وقت رزمی وقتی متوجه میشین که دیگر کشور موسیقیدان یا هنرمند خدا بسیار رشد میکنن حمایت میکنن افسوسی میخورم به کشور خود ما چرا تو نیست؟ همین تلاشی که بود سر سری کابل که بود در خانه بودیم تخت تخت شد دروازه یک از نیروهای امارت اسلامی داخل خانه شدند و من هم گیتاری که در دیوال بند کرده بودم در اتاق خود اتاق ما داخل شدن نور دیدن واقعا اول نمیفهم چی در زین از وکش رفتن واقعا او رو گرفتن اما سیمای از او رو کشیدن و ما رو با ما تاوین کردن که تو واقعا اصل فحشا تو در جامعه تو موت میکنی تو واقعا سرکرده تمام کلای به سازنده یا امو به قول خودشان دلاک هستی این گروه موسیقی جوان نگران وضعیت هنرمندان و موسیقی است آنها میگویند با تداوم وضعیت موجود صدای موسیقی در افغانستان رفته رفته خاموش خواهد شد هر زمان که ما آهنگ ها را مشنیدم او هم آهنگ های قدیمی و کلاسیک که افغانی بودن اینا رو وقتی که ما مشنیدم احساس میکردم که روی ما گویا در گذشته زندگی کرده ما واقعا مشکل میبینم که ما بتونم پیشرفت کنم یا ما مجبور استم ترک وطن کنم یا فعالیت های خودشی کنم اما واقعا بازم ناامید نمیشم حس میکنم که دوباره روزش میرسه که ما بازم سربلند هستیم و صدای از ما به گوش جهان خواهد رسید